نیلوفر می‌بینم همچنان تجمع در حال برگزاریه، به ویژه بعد از تایید حکم اعدام محمد قبادو، نگرانی‌ها از اعدام معترضان بیشتری هم بیشتر شده. بله دقیقا، یکی از نمایندگان مجلس فرانسه که اینجا صحبت کرد کسی بود که کفالت سیاسی او رو به عهده داشت و از این موضوع ابراز نگرانی کرد. تظاهرات تقریبا در حال پایان رسیدن، همونطور که اشاره کردی این تجمع گردهمایی رو انجمنهای ایرانی فرانسوی و همینطور نهادهای بین المللی حقوق بشری ترتیب داده بودند و خواستار این بودند که اون رو در مقابل سفارت جمهوری اسلامی کمی پایین‌تر از اینجا برگزار کنند، اما در نهایت پلیس فرانسه اونها این اجازه رو نداده بود، چیزی که باعث شد نمایندگان فرانسوی که در این در واقع گرد همایی شرکت کرده بودند بهش واکنش نشون بدن که چرا پلیس فرانسه برای یک گرد همایی مسالمت آمیز در پاریس اجازه حضور اونها رو جلوی سفارت جمهوری اسلامی نداده و تا کجا در واقع داره پیش میره که گفته که این اگر که در مقابل سفارت برگزار بشه میتونه باعث برهم خوردن نظم عمومی بشه. یکی از کسانی که برگزار کنند از برگزار کنندگان بود به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی خودش برهم زننده نظم عمومی در همه جهانه و همینطور داره تمام قوانین بین المللی رو زیر پا میگذاره و در این شرایط به اونها اجازه داده نشده که خیلی مسالمت آمیز صدای اعتراض خودشون رو در واقع مقابل سفارت به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسونن. بخش دیگه از صحبت‌های نمایندگان و همینطور نمایندگان سازمان‌های بین المللی از جمله عفو بین الملل هم به افزایش اعدام‌ها بود، که دولت‌های غربی از جمله دولت فرانسه باید فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیاره برای توقف این اعدام‌ها و اینکه همکاری در واقع بین‌المللی بیشتری لازمه برای جلوگیری از قتل‌های دولتی به گفته اونها. شعارهای مختلفی هم داده می‌شد. نمایندگانی که اینجا صحبت کردن علاوه بر اینکه گفتن خجالت آوره که دولت فرانسه مثلا پلیس ضد شورش رو آورده اینجا، باید فعالیت بیشتری انجام بده برای اینکه جلوی اعدام‌ها در ایران رو بگیره. یکی از نمایندگان گفت که تلاش بیشتری در مجلس این کشور انجام خواهند داد برای اینکه قوانینی رو برای فشار به جمهوری اسلامی تایید بکنن، چیزی که تا اینجا خیلی اتفاق نیفتاده و در نهایت در حد محکوم کردن سرکوب‌ها در ایران و یا اعدام‌ها در ایران بوده. یکی دیگه از نماینده‌ها هم که باهاش صحبت می‌کردم به این موضوع اشاره کرد که در واقع جنگ اوکراین باعث شده که اونطور که باید دولت فرانسه و همینطور نمایندگان فرانسوی با مردم ایران همبستگی نداشته باشن و اون کاری رو که باید انجام بدن رو تا اینجا نتونستن انجام بدن. از دیگر سخنرانان این برنامه میتونم بگم آقای عبدالکریم لاهیجی، فعال سیاسی و حقوقدان ایرانی بود که اشاره کرد که جمهوری اسلامی از همون سال 57 مخالفان خودش رو از طریق اعدام حذف میکرد و برای سرکوب اعتراضات مردمی از این قتل در واقع قتل دولتی استفاده میکنه و گفت که مبارزه برای لغو اون از طرف فعالان حقوق بشر ادامه خواهد داشت.